خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین دیار نازنین من دیار نازنین من به نام خداوند جان و خرد از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان همدل، هموطنان گرامی و هم زبانان عزیز، سلام و درود بر شما باد. بختیارم باز این هفته در خدمت شما با مهمان ویژه هستم. مهمانی هفته ما جناب دکتر امین واکمن، رئیس حزب افغان ملت، که ما دقایق بعد اونا رو روی لین میاریم. و در آغاز ما خدمت هموطنان عزیز باید عرض بکنم کسایی که بیننده برنامه نگین هویت هستند میدانند که از مدتی بدین سو این حقیر برنامه رو روی دست گرفتم که باید هموطنان صاحب نظر و استادان گرامی رو روی لین بیارم و مطالبی را از اینا بپرسم تا یک زمینه گفتمان و زمینه دیالوگ فراهم شود و تا ما بتانیم با جنبستی نظرات جوانب مختلف برای ارائه یک رای حل در موضوعات تاریخی اجتماعی سیاسی ما برای حل درست دست پیدا بکنیم. و در این راستا صحبتهای با بزرگوار داشتیم در موضوعات هویت ملی و در که چگونه میتونیم یک هویت همگانی ایجاد بکنیم و مسائل وحدت ملی را تامین بکنیم و راه های برون رفت از این چالش ها و مشکلاتی که کشور ما با روبرو هست. این دانشمندان به مساوی دکتران یا پزشکای حاذقی که میتونن نسخه های ارائه بکنن و جنبست این نسخه ها کاربست از او انشالله رای حلی را فراراه ما خواد گذاشت. و این با این مقدمه که خدمت شما عرض کردم، هدفی برنامه که از نامش هویداست نگین هویت در این راستا کار میکنه و خوشبختانه به خود میبالم که در این مدت دو سال تانستیم جلب توجه بزرگوار به خود و به این برنامه معطوف بدارم که اونا وقت گرانبای خود وقف این مسائل بسازن و ما این صحبت ها و گنجینه های نظراتی بزرگای خود در یک آرشیف جمع بکنیم و چونی را در یوتیوب میگذاریم اکثرا هموطن های محقق و پژوهشگر ما از اینا استفاده میکنن. ما مهمان گرامی برنامه خود قبل از اینکه روی لین بیارم یک مختصری از سوانی از یار خدمت شما قرائت میکنم. جناب دکتر امین واکمن دبرگید میا صاحب میا خیل زوی دیوزر دریس و اولاسم کال دی اقرب پلاسم دی کابل دی میدان پولاد که زشده لیده.
لومړنی تعلیمات د میدان لومړنی ښوونځی، ثانوي تعلیمات د کابل تجارت لیسې او ماستری و دکترا د هند د جواهر لال نهرو په پوهنتون کې ختم کړی دی. د جناب ډاکټر امین واکمن ماموریتونه په داسې ډول دی: د اطلاعات او کلتور وزارت د تشریفاتو مدیر، د جوزجان د اطلاعات و کلتور مدیر او د دیوی د ورسپانې مسؤول مدیر، په رادیو افغانستان کې، په رادیو آل اندیا او د امریکې غږ په رادیوګانې کې د نطاق او ترجمان په حیث وظیفه ترسره کړی دی. جناب واکمن در سال 1344 یکی از جمله اعضای مؤسس حزب افغان ملت هستند که اینا مدت 15 سال عضو شورای عالی این حزب و 10 سال هم به حیث سرمنشی در این حزب کار کردن و فعلا به حیث رئیس این حزب، رئیس افتخاری حزب ایفای وظیفه میکنن. و در سال 1384 جناب دکتر سه به عربستان سعودی مسافرتی کردن و همچنین مسافرت هایی به کشورهای مختلف با مناسبت های مختلف داشتن و بیشتر به عنوان سخنگوی حزب افغان ملت مسافرت کردن. تألیفاتی که جناب دکتر واکمن دارن سوسیال دموکراسی هند و افغانستان پسلوری که هند، افغانستان ناپلتوب او سترزواکونو، دی افغانستان ملی نهزتونه، زما د ژوند سیاسی یون. این کتاب هاشون هم لطف کردن جناب دکتر سب زحمت کشیدن بر ما روان کردن که کتاب که می لحظه آخر نام گرفتم زما د ژوند سیاسی یون و کتاب وزین دیگه از اینا کتاب است که در مورد سوسیال دموکراسی نوشته شده و همچنین یک کتابی در افغانستان ملی نهزتونه، کتابی است که شما در این کتاب میبینید نقشه افغانستان است با زمیمه نقشه پشتونستان و همچنین از بزرگان قوم پشتون در این کتاب که از وزیر محمد اکبر خان است و مأمور طرزی و مولا خان است جمال الدین و فکر میکرم که امیر عبدالرحمن خان که در کتاب مزین شده که البته در این رابطه با سوالای خود داشتیم و همچنین روزنامه یا جریده است فکر میکنم جریده با نام افغان ملت که منتشر میشه و در این هم مقالاتی از جناب دکتر سپاکمن به نشر رسیده. این بود مختصری از سوانی جناب دکتر سب امین واکمن رئیس حزب افغان ملت که البته حزب افغان ملت یک حزب پرسابقه در کشور ما هست که مؤسس از جناب غلام محمد فرهاد اولین رئیس شهروالی یا رئیس شهرداری منتخب کابل بودن. در رابطه با این حزب که هموطنهای عزیز ما کسایی که آگاهی دارن و کسایی که آگاهی ندارن برشون واقعا سودمند است، ما در این برنامه دیدگاه های جناب امین واکمن که یعنی نمایندگی از حزبشان میکنه در موضوعات هویتی، مسائل وحدت ملی و موضوعاتی از این که چطور دو حزب وجود داره، یکی در افغانستان باعث که مؤسس از او آقای هادی هستند که فعلا کاندید ریاست جمهوری بودند ولی چی نشدند، دیگر سوال های در این رابطه داریم و همچنین در جریان برنامه هموطنهای عزیز میتونند به تلفونی که روی صفحه تلویزیون گذاشته شده 760-613-70-76 سوالاتی که دارن، امیدوارستم که در کمال رعایت عفت کلام و سوالاتی باید مطرح بکنند که
سازنده باشه و ما را بتونه به طرف آرمانمون به پیش ببره. میگه من اگر ما نشوم تنهایم، من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی تنهایی، من اگر برخیزم، من اگر برخیزم همه برمیخیزند، تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد؟ واقعا من اگر ما نشوم تنهایم، مگر شما ما نشوین شما هم تنهایین. ما مطلی که با پشتو کتو زوای زیم کتو زوای زیم نتو بطیو نتو بزیم بزیم. جناب دکتر سیب امینی واکمن، شما رو به برنامه خوش آمدید عرض میکنم. صدای شما رو میشنون، با شما رو به برنامه خوش آمدید میگم و از شما سپاسگزار ممنون هستم که در هفته های گذشته ما انانس داده بودم که با شما مصاحبه دارم، اما یک مقدار اشکالاتی پیدا شد و کتاب هم دیر رسید. به او خاطر خوشبخت هستم که شما را روی لین دارم. بسیار تشکر، لطف میکنین ای که شما یک پروگرام بسیار مفید شروع کردین. لذت سه یک سال بسال یه به وحدت ملی افغانستان که سر نظران در خود میته بسیار مفید است و گروسن برای نسل جوان. تشکر دکتر سیب گرامی، و واقعا هدفی همه ما و شما همی هست که روشن فکرا و صاحب نظرا بخصوص افراد اشخاصی که در سن سال ما هستیم تجاربی که یا تلخ یا شیرین داریم، فرموده شما واقعا این را باید به نسل نو به جوان ها انتقال بدیم تا اینا بتانن در با در نظر داشت گذشته و حال یک راه درستی را برای آینده فراهم بسازن. من اون قسمی که در بیوگرافیش مختصر شما یک اشاره کردم و شما بیشتر عمر خود صرف مبارزه در راه احیای وحدت ملی و ایجاد یک جامعه مرفه نمودین و شما از جمله مؤسسین حزب افغان ملت هستین که من گفتم رهبری از این را مؤسس از جناب روانشاد غلام محمد خان فرهاد بود. شما اگر در مورد تاریخچه یعنی حزب یک کمک مختصر معلومات بتین، بعد از اون بریم به سوالای دیگر. محمد هاشم ایوانیوان با امتران
حزب دموکراتیک خلق که اول یک اخبارش جزیره خلق بود و دیگر نشراتش پرچم بود اینا به نام خلق و پرچم بود پیدا کرد و این فعالیت های سیاسی جریان داشت اما عذاب سیاسی به رسمیت شناخته نشد. البته جزیره خلق از طرف پارلمانی بوخ بلدی که در اونجا اینا اعتراض داشتم که نه نظام شاهی نه نظام اسلامی هیچ در اون ذکر نشده بود و گفتم که یک حزب ضد ملی و حزب غیر مسلمان است و صرف شورا مسدود شد. البته باز یک سال پس اونا درخواست دادم برنامه پس شد اخبار دیگه نشر کردن. حزب افغان ملت هم در این جمله نشرات خود دوام میداد، خصوصا وقتی که بار اول حزب افغان ملت عکس محسد استخبار افغانستان را از بطلا بلا خانه در اخبار خود چاپ کرد که قبل از او گفتم اشید که نادرشاه محسد استخبار افغانستان است. حزب افغان ملت در بوخ 15 دار شماره نشست شد و حتم شد که اکثر قیمت یک شماره اخبار 2 افغانی بود، مردم میره به 10 افغانی و 15 افغانی هم خریدن، شهرت از حزب زیاد شد و فعالیت کلتوری مایی بود که ما به سر اعضاب سر شخصیت های سیاسی ما رو تجلیل میکنیم. مثلا عبدالخان عجبلایی مقبر سرخ چاردی بود مقبرش اونجا جلسه گرفتیم با سر قبل مرنجا و در کل وقت خانم خفر خانم به جلسات هم ما اشتراک میکرد. دکتر سب عکس محمود طرزی هست، عکس امان الله خان است، عکس وزیر محمد اکبر خان است و اینجا امیر شیرعلی خان است. بله بله اعلام کردن که اونجا اینا رها شدن و
حدیث و دموکراسی اجتماعی اساس دموکراسی را تغییر دادن به لیبرال دموکراسی. فلحاظ ما هم رسنا اختلاف ما سببی هم از که این اساسات حزبی که سالها قبل ساخته شده بود و اگر زیاد مردم ایرا قربانی داده بودن به شهادت رسیده بودن از اونا بیوه و یتیم مانده بودن، اینا تمام را در نظر نگرفت و اینا حزب تغییر داد. از این نگاه ما یک کنفرانس لیبی ساختیم در کابل دو سال پیش که جمعا باید چی بکنیم و تمام افغانستان 145 نفر آمدن در کابل، ما یک کنفرانس لیبی ساختیم و اینا گفتن که اینا اساسات حزب تغییر دادن و ما باید به ما اساساتی که ما تعهد کنیم قسم کنیم به اونا باید وفادار مانیم. از این نگاه ما حال در افغانستان اخبار افغان ملتی که شما نمایش هم دادیم او را نشر میکنیم، از خود شورای عالی داریم، سرمنشی حزب داریم و در انتخابات موجود هم ممکن سهم فعال بگیریم. دیگه این مختصر بود تو کلام گپ در رادیو بهز، خب میتونم سالها گپ بزنم. بله بله بسیار دقیق جناب دکتر صاحب، واقعا ممنون شما که پیش از اینکه من سوال امی سوال داشتم که حزب افغان ملت، من نمیفهم یک سال یا دو سال پیش گفتن که در خیمه لوی جرگه کدام کنگره خود دایر کرده، البته بعد از امی بوده که اونا سمبول خود تغییر دادن و فرمودین که برنامه های کاری خود تغییر دادن و شما پس انشابی سر مسئله رهبری نبوده که گویا افواز که بین شما و بین آقای احدی در موضوع رهبری حزب اختلافاتی به وجود آمده بود؟ آقای حافظی من خدمت شما عرض کنم که من در پشابه تقریبا 15 سال قبل که من رئیس حزب بودم، من به این نظر بودم که ما به رفقا میگفتم که آب چیز بسیار پاک است اما به یک جایی که بانه گندیده میشه و متعفن میشه و ما به این نظر بودم که من وزر شورای عالی بودم، سرمنشی حزب بودم، رئیس حزب بودم و این باید موروثی نباشه، باید کوشش کنه شما که یک نسل جوان یا کسی بگره روی صحنه بیارین و ما به خواهش خود که این کار نه حزب اسلامی کردن و جمعیت اسلامی نه ریت کنم از این جریان آنه کردن و من بهش خواهش خود گفتم من بگه خود کاندید نمی کنم، شما یک کاندید انتخاب کنه و بعد یک کنگره حزبی در پشاور دارد شد و در اونجا رفقا تون من استفا کرده بودم
اساس شرایط ذهنی و عینی افغانستان استوار بوده و است و باید او را پیش ببره. دیگر کنم اختلاف شخصی اختلاف رهبری ما نداره. پس استنباط میشه دکتر محترم که اینه امو حزب افغان ملت وجود داره، یک حزب از دیگه حزب نیست. و شما بیشتر فرمودین که اینا در کنگره ای که ایجاد کردن از شما دعوت به عمل ناوردن. خب پس معلوم میشه که شما یک گروهی فعلا مجزا از این حزب افغان ملتی که در افغانستان راجستر است فعالیت میکنه، شما یک وجود مستقل دارید. شما دکتر صاحب برمیگردیم به این مسائل خود فعالیت های حزب. در قسمتی از تاریخچه حزب شما فرمودین که در جریانی که روانشاد غلام محمد فرهاد زنده بودن در حزب یک انشاب آمد که یک بخش به نام افغان و بخش دیگر به نام ملت، که بخش ملت آقای فدایی بودن و بخش افغان مرحوم غلام محمد فرهاد. اینجا در اون زمان ما بیاد دارم که انگیزه جدایی انشاب مسئله ملی میگفتن که غلام محمد خان و حزب بیشتر سر مسائل هویت افغانی تکیه داشتن و با مو خاطر انشابی که به وجود آمده بیشتر افرادی که غیر پشتون بودن در حزب به دنبال فدایی رفتن. نظر شما در این مورد چی هست؟ خب ما چیزی که افوا بود و چیزی که شنیده بودم امور خدمت شما بیان کردم و در مسئله که پس میگردیم به مسئله خود جریان فعالیت های ابی دههی که جناب آقای کرزی به کابل آمد و حتی گفته میشد که حزب افغان ملت آقای کرزی رهبری میکرد و از سیاست هایی که
در امی چند تقریبا بیش از یک دهه که آقای کرزی سر اقتدار آمده، بیشتر بخش های کلیدی یا سیاستی که در راستای مسائل ملی کشور تدوین میشد مبتکرش حزب افغان ملت بود. و از اون جمله مثلا امی تشنجاتی که در افغانستان به وجود آمد، ایره زیاد برچسب می دادن به حزب افغان ملت، که مسئله حزب افغان ملت بیشتر مسائل هویتی را که امو که از نامش پیداست که هویتی به اصطلاح افغان ملت میگن، باید زبان پشتو بیشتر ترویج شوه و مسئله پشتونستان زیاد پیگیری شوه و همچنین در سیاست گذاری هایی که در خود اعضای حزب در داخل افغانستان بود. مثلا از جمله آقای احدی متهم به ایست که وقتی که در حزب در چی آمد در وزارت مالیه، بیشتر کادرها را آورد از اقوام برادر پشتون ما، و همچنین در وزارت تجارت که بود. اینی مسائل شما باستاب شد در شورا و در پوانتون ها و اینا میبینین. شما در این مسائل چی میگین؟ آیا حزب در این چی نقشی داشته؟ اول خود کرزی هیچ عقیده سیاسی ندارد و او از نمی حزب و حزبازی هیچ خوشش نمی و اینا از نگاه حزبی در این شکل نیست. ما آقا پدرشان مثل شنفایی داشتیم و با خودشان داشتیم. این اصلا هیچ بنی اصول حزبی چی نداره، علاقمندی هم نداره و معتقد هم نیست. و از این نگاه بود که اینا احزاب سیاسی در افغانستان تقریبا از بین برد و یا اقلا نقصان را بسیار کم ساخت و با حزب افغان ملت بیرون از اینکه آقای حدیر اول رئیس بانک باز وزیر مالی ساخت که اون را بیشتر میگه که به بعضی شرایط دیگه که مثلا آقای حدی دانات آقای افندی بود از این نگاه فامیدی گیر اون گیر آورد. حتی ما خود آقای حدی برای فکای حزبی ما گفت که کرده مرا گفته که اول پشتونها را از دفاترت مقرر نکن، با حزب افغان ملت خود قطعا مقرر نکن. ای خود گفتی آقای حدیث وی که آقای حدی آقای ایران بسته میگن که محترم حدی خودش هم اصلا پشتون نیست. بله بله هیره خبر دارم. بله آقای احدی پشتون نیست. آقای بله و ما با سیاست های
خب فرموده شما کاملا دقیق است. دکتر صاحب شما درست میفرمایید، متاسفانه کسایی که این مسائل قومی را زیاد دامن زدن امینا بیشتر صدمه قوم خود زدن. از اون جمله بحث سر قوم برادر شریف پشتون است. ما با شما هم نواستم که واقعا کسایی که امی علم قوم پرستی را بالا کردن بیشترین صدمه و ضربه را به قوم خود زدن. و شما که مثالی آوردین از آقای اهدی که شهرانی را اینجا مقرر کرد و ایره، متاسفانه این سیاست ها را در دولت های گذشتن بوده که مثلا در دولت ظاهرشاه اگر شما بیاد داشته باشین، مثلا از قوم شریف هزاره سرابی را آورده بود یا از تاجیک های افتلی را آورده بود، ولی اینا هیچ وقت هیچ پایگاهی در مابین مردمشان نداشتن و اینا هیچ علاقه به مردم نداشتن. مثلا از اون جمله من آقای افتلی را میشناختم و ای را حتی کس بسیاری کم مردم میفهمید که مثلا از بدخشان است و هیچ وقت حتی همی قومای خود ای نمیدید که نگن که به اصطلاح از این قوم هست. و این سیاست ها سیاست های به نظر ما سیاست مردود است، اما شاید این نظر شما ای تو ما نداشته باشه که آقای احدی هم مثل دیگر آوری که از آدرس احزاب آمدن و تقسیماتی که در دولت آقای کرزی شد متاسفانه همین رقم است که بین احزاب تنظیم ها تقسیم شد. از اون جمله برای حزب افغان ملت یک تقسیماتی داده شد که آقای عدی از این استفاده کرد و او که چه قسم استفاده کرد، ولی بسیاری افراد اشخاصی هستن که وابسته به امو قوم نیستن، یا بر امو قوم خدمت میکنن یا به امو قوم متاسفانه خیانت میکنن. این بیشتر مسائل خود شخصیت به نظر من مهمتر است. خب به هر حال هموطنان گرامی، که ما سوالای زیادی دارم اما نمیخوایم همه برنامه را خودم دیالوگ کنم با جناب دکتر سب. و البته بله Incoming call from Perry and ING or cell new.
خواهش میکنم دکتر صاحب. خب ما سوالای در این زمینه پیشم هست، اگر وقت ماند صحبت میکنیم. واقعا ما فرموده شما را تایید میکنم که این چوکی ها و پست ها به اساس قومیت نباشه، اما شما از حقوق فرهنگی و سیاسی همه اقوام صحبت کردین. خب متاسفانه امروز با دمع در عمل میبینین که در دولت آقای کرزی این قسم گپ نیست و همین مشکلات امروز زیاد اوج گرفته. امیل از یک تلفن داریم سب، یک تلفن داریم همین تلفن به اجازه شما جواب میتیم باز، ولی بفرمایید. برنامه نگین هویت بله بفرمایید. آقای صاحب، به شما و مهمان محترمتون دکتر واکمن سلام احترام تقدیم میکنم. تشکر، سلام ما را بپذیرین. دکتر صاحب، انجینیر صاحب پریانی روی لاین هستند، به شما عرض ارادت و احترام دارن. مهربانی شما میدون که پاسن از لطف کردن. بفرمایید انجینیر صاحب. ما از مهمان محترم واکمن صاحب یک دو سوال داشتم که دهی برای میخوایم نظرشان بدانم که با نظرات دولتی که را همیشه یا موافق هستن و یا ایست که نظرات دیگری دارن. سوال اول ما در رابطه با تأمین وحدت ملی بود که اینا وحدت ملی و یا پروسه ملتسازی را چگونه میبینن؟ آیا این در مشارکت اقوام و ملت ها میبینن و یا ایست که با این فرامین دولتی که از طرف دولت با حضب هویت دیگه ملت ها باشن و همه کس به یک هویت تبدیل شود که پروسه دولت سازی قسمی که خود دکتر صاحب می فهمن با فرامین و با چیزایی که از طرف دولت صورت بگیره صورت نمی گیره، حالا که مشارکت داوطلبانه اقوام و ملت هاست که کلگی در منافع خود مشترکن می بینن و در چمک ها که در یک ساختار سیاسی دولتی متحدانه به وحدت می رسن و مشارکت می کنن. سوال اول ما همین بود که وحدت ملی اینا آیا قسمی که این دولت توضیح تذکره های الکترونیکی اصرار داشتن که هویت دیگر ملت ها را حذف کنن و تنها افغان کلگی را بگن، آیا به این شکل میشه که ما به یک ملت واحد تبدیل شد؟ سوال دیگه ما این بود که در رابطه با انکشاف و رشد زبان پشتو نظراتی از یارم هم میخواستم بفهم، چرا سیاست های دولت های گذشته همیشی بوده که رشد زبان پشتو را با جایگزین ساختن بعضی اصطلاحات پشتو در عوض زبان های دیگه که میدانستن که آیستا آیستا ما میتونن که به این شکل زبان پشتو انکشاف بدیم که تا درمان مصطلحات ملی در این اواخر از محاکم اولی هم فیصله که به تصویب رساندن که اینا باید به این شکل حفظ ها و در همه زبان ها به این زبان این اصطلاحات ذکر شود. آیا رشد زبان پشتو به این شکل بشه و یا ایست که رشد زبان رابطه و تولید چی مادی و چی فرازه های فکری و معنوی و فرهنگی باشه زبان رشد نکنه؟ چرا زبان ما فکر نمی کنم که با وضع فرامین رشد کنه، زبان در رابطه با تولید در رابطه با فرازه های فکری انسان ها رشد نکنه، ولی هر ما بخواهیم که یک زبان جایگزین دیگر زبان ها بسازیم خب یک زبان دیگر از همه رسانیم ولی زبان خود رشد ندادیم. آیا جناب دکتر صاحب در این قسمت موافق هستن یا نیستن؟ من در این دو زمینه نظرات شما میخواستم. بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب، سوالای بسیار بجا و سوال بسیار اساسی را مطرح کردین. دکتر صاحب سوالای انجینر صاحب تشکر انجینر صاحب. تاریخ زندگی کردم. هیچ وقت
حقوق کلتوری، اقتصادی و سیاسی را به تمام اقوام افغانستان در هر جایی که باشه و به هر تعدادی که باشه به اونا باید بده. اونا باید نمانده های خود رای بتن و نمانده های خود انتخاب کنن، به اونا باید بر انکشاف اقتصادیشان کار شود، اونا باید تا جایی که ممکن باشه بر کلتورشان خدمت شود. اون وقت اینا میتونه باعث یک کشور و باعث یک ملت واحد و رشاهای شان زیادت مستحکم شود و بفهمند که ما آمد باید از این مملکت هستیم و حقوق مساوی داریم. این امتیاز به حیث قوم و قبیل و چی باید قائل نشه. و دومه ای در مورد انکشاف زبان پشتو، من فکر میکنم که در حکومت های سابق موضوع پشتونستان و زبان پشتو را باید یک حربه سیاسی استعمال کردن و از او سوء استفاده کردن. من فکر میکنم که زبان پشتو زبان ملی ماست و من نمید انتخاباتی که در افغانستان ما تقریبا ما یک نیما پیشتر آمده و اونجا ما داشت. ما به این نظر بودم که هر معمول حکومتی در هر جایی که باشه، اگر قاضی باشه، اگر ولسوال باشه، اینا باید بر دو زبان یاد داشته باشه، مکالمه بتانن، نوشته بتانن و گپ زده بتانن. برای دی که مثلا نکت که فارسی زبان است اگر در پرتیا میره یا در قندار میره، او باید پشتو یاد داشته باشه. او کسی که از پرتیا باشه و در ازاراجات بره یا مثلا دمدار بره یا در جای دیگه بره، او باید به فارسی هم گپ زده بتانه، هم نوشته بتانه، هم خوانده بتانه و یک ضرورت است. و زبان صرف باید یک حربی سیاسی استفاده نشده. خب یک چیز رو باید آمدترهای ما چی باشه که زبان پشتو متاسفانه میگم که پشتو ها تعدادشان زیاد است، خوری ها زیاد است، هر کم از او مورد بحث ما نیست. از وقتی آمد شاه بابا تا به امروز به رضوع یک توجه علمی ملی و یا حکومتی و دولتی طور که لازم بود نشده. این وظیفه تنها پشتونا نیست، به وحدت ملی این وظیفه تمام مردم افغانستان است، از فارسی زبان ها است، بزرگ ها از دیگه که به انکشاف عزیز زبان که میگن زبان هست که زیادتر مردم گفت میزنن برای این کوشش کنن. و این کار حکومت نه کده بوده سابق، نه حال کده. و من از ردی مخالف هستم که زبان صرف باعث یک وسیله سیاسی قرار بگیره. افغانستان کشور ماست، افغان ملیت ماست. ملیت در قانون اساسی تعریف شده که تمام اتباع افغانستان که در حدود اربعه افغانستان زندگی میکنن اونا افغان هستن. یعنی افغان مطلبش نیست اونا پشتون هستن. یعنی ما یک کسی که مثلا ازبک میاد در سیویران اونه چی میگی؟ میگه از کجاستی؟ میگه از افغانستان. میگه از کدام وطن هستی؟ میگه من افغانستان. یعنی این مفهومی از این نداره که اون بومه که من پشتون هستم. افغان در قوانین اساسی افغانستان قبول شده که اطلاق میشه سر تمام مردم افغانستان. اما این باعث از این نمیشه که ازبک نیست، او ترکمن نیست، او پشه این نیست، یا از اقوام دیگه نیست. تمام مردم افغانستان اتباع مملکت هستن، حقوقی مساوی دارن و هیچ چیزی باید بدون اراده مردم افغانستان سر هیچ قوم و سر هیچ قبیل باید تحمیل نشود. دکتر سب ای انجینر سیب اینجا یک موضوع را در مسئله هویت عرض کردن که هویت ملی میتونه به شکل داوطلبانه بیا و در پروسه دوامدار ملی. و اینجا مثال چی را آوردن؟ امی تذکره الکترونیکی را
که بحثایی که بسیار زیاد داغ شد و جنجال های ایجاد شد چی در شورا و چی در سنا و گپا، اونا میگن که با گنجانیدن کلمه افغان هویت دیگه کسا به اصطلاح حذف میشه. به تذکره های سابق هم که ما شما دیده بودیم در ملیت یا قومیت نوشته می بود که پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره. اینا هدفشان ای است که آیا چرا حذف شو نام دیگه اقوام و مسئله افغان. نه خیر، او را گفتند که باید در امو دیتابیس یا در خود کامپیوتر باشه، اما در خود تذکره باید افغان داشته شود. و بعدها این بحث خوب بسیار زیاد تقریبا چند سال است. حرف سری از اون نیست، سری از این است که ما امی و گپ دیگه ای که انجینیرس فرمودند که رشد و انکشاف زبان پشتو را در به اصطلاح در نابودی زبانهای دیگه که مرادشان فکر میکنم زبان فارسی باشه که جایگزین ساخته میشه، و از اون جمله همین جنجالایی که در قانون اساسی پسان آمده که مصطلحات ملی باید حفظ شود، و که از این مصطلحات ملی مثلا شما خبر داریم که همین کلمه دانشگاه و پوهنتون تا امروز این موضوع حل نشده، چی در پارلمان و یا شما اینی موضوع را وضاحت کمی بیشتر بدین. اما دکتر محترم، به نظر ما با عرض معذرت بسیار ارزش داره، به این معنا که وقتی که شما اصطلاحات ملی را وضع میکنید، چرا همه اصطلاحات ملی یک زبان باشه؟ چرا همه اصطلاحات 100% باید به زبان یک زبان باشه؟ یکی دومی که چرا ما
عرض کنم چرا مثلا عرض کنم دکتر صاحب یک دفعه حرف مرا بشنوین. عرض دیگه ای هست که مثلا دانشگاه یا پوانتون وقتی که اگر به زبان پشتو گپ میزنیم دانشگاه میگیم، به زبان پشتو فارسی گپ میزنیم پوانتون میگیم، یعنی وقتی که من میکنین که شما نگین دانشگاه را وضع میکنین قانون، این معنیش است که او زبان شما ضعیف میسازین. یا میال یک سری اصطلاحاتی که ما داریم که سارنوالی و لوی سارنوال و لوی چی و چی چی برای فارسی زبان ها غیر مفهوم است. چرا منظور است که نیست که چرا ایره گفتن، ما میگیم باشه ولی در پهلوش ترجمه باشه که مردم بفهمن. عرض ایجاش که چرا ایتور چی میکنن که باید غیر از این کلمه دیگه کلمه نگی، و این خودش برای زبان پشتو یک خیانتی بزرگ است. چرا زبان پشتو را بخی مقید میسازن، اما غنای لغوی از این چی میکنن محدود میسازن. شما خوب بیشتر میفهمید که زبان ها در گرفت و داد و گرفت با هم شکلی طبیعیش غنی میشن. عرض ما ای بود. نه نظری من نیست، نظری است که امروز در جامعه ما، یعنی من در این مسئله دخل امیر کان نشدیم و اولاد جریان شورا هم تحقیل نکنیم که در شورای قانون فیصله شده یا نشد یا با کدام مفهوم چرا اختلاف آمده قدر من وارد هم نیستم. خب من ایتون فکر میکنم که این اصطلاحات یه وضعی که ما بین ما اگر اتحاد بیاره خوب است، اگر شقاق بیاره فامیلی باز خود نیست. من سبیدیم یک مسئله چی میکنم؟ اصرار میکنم. که ما خود یا بسیار چیزایی سرگر سرزی مسائل آدم چی کنم؟ مثلا اگه امروز خود اصطلاحای دانشگاه را بیاری، خود هم این دانشگاه چند زبان با پشتو درس میشه ایش نیست، تمام اصلاحیش خود سرزی مسائل با چیز تر نمیکنم. نه بیاره نیست، ما نمیگیم تشکر. منظور سر ازی بود دکتر صاحب که گپ شخصی من نیست، گپی است که امروز در جامعه ما خلاف انتظار ما و شما این انشقاق آورده. شما میبینین که چند روز پیشتر در تلویزیون جواندون اسماعیل یون و جنرال طاقت و یک دوست دیگه توهین کردن به دیگه کسا، گفتن که پشتون و افغان یک کلمه هست. خود آقای طاقت گفت که هرات و بدخشان همه جایش پشتونستان است، این ملیت و به همون خاطر عرض کنم، به همون خاطر بله سب افغان در قانون اساسی روز واحد داشته سچار تحت رهبری زاهر شاه کمده بود، در او تعریف شده بود که افغان و تمام مردم افغانستان که در همی حضور به کشور زندگی میکنن به نام افغان یاد میشن. اونا نگفته بودن که افغان معادل پشتون است و در افغانستان پشتون تاجه بود و سکمن هزاره اینا تمام شد زندگی میکنن، اینا افغان هستن اما اینا پشتون هستن. خب منظور شما ای هست که یون سب چی گفت یون بنات شخصی یک کس مثلا مدمی فیسبوک میبینم مثلا یک نمازم هست که او دو میزنه
گپای بسیار پوچ و بازاری بله. میزنن. میگه این ممکنه یک کسی باشه که این از طرف کنم دستگاه ضد ملی و یا دستگاه استخبارات خارجی به تحریک شود که ما بین مردم افغانستان اختلاف بستن. اما یه بنا میدونم و یکی آقای یون با جنرال طاقت چی میگرد در میگرد شخصیشان هست. بله فرموده شما دقیق از در قانون اساسی که آمده گفته شده که کلمه افغان به اصطلاح تعریف شده. خب در از در واقعیتش خب کلمه افغان و پشتون یک چیز هست. گذشته از این اولین باری که زبان پشتو در زمان امان‌الله خان به رسمیت شناخته شده نوشته شده که زبان افغانی گفته شده. اما اینجا منظور در قانون اساسی مسئله تابعیت است. هر کس از افغانستان است به اصطلاح بر از او افغان گفته میشه. از نظر ملیت یا هویت نیست. شما مثال ترکیه را آوردین دکتر زب که در ترکیه بر اساس امیگب به اساس هویت به اساس قومیت ایجاد شد و شما تاریخ مراجعه بکنیم که چقدر جنایات صورت گرفت. ارامینه به 1,000,000 نفر نابود شد و امروز در ترکیه امی هویتی که بیش از 100 سال در اوجا با وجود آمد و ما کپی کردیم از او که هر کس از ترکیه است ترک است. ولی اونجا هر کس امروز با کردها مبارزات را شروع کردن که میگن ما ترک نیستیم، ما کرد هستیم، ما حق داشته باشیم زبان خود باید تدریس شویم، ما در محکمه باید دفاع بکنیم با زبان خود و این را نمیپذیرفتن. میگفتن در قانون اساسی ما آمده که هر کس از ترکیه است ترک است. ولی امروز امینا بازنگری دارن. ترک ها امروز به این و حتی اعضاب چپی شما اگر چند روز پیشتر اعتصاب سه ماهی که کردها در زندان کردن اعضاب چپی خیستن از این دفاع کردن در ترکیه که راست میگن چرا اینا از حقوق هویتیشان برخوردار نباشن، چرا ما تحمیل میکنیم که تو ترک باش. به او خاطر در افغانستان مسئله تنها آقای شخصی بله 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 ما در نه تنها در از نظر مذهبی از نظر زبان گرچه که در ایران اینا زبان فارسی را معیار قرار دادن این هویت فرهنگی ساختن اما به زبانهای دیگه اینا توجه نمیکنن ما را محکوم میکنیم. در ایران واقعا سیاستشون در مورد زبانها و ملیتهای دیگه بسیار سیاست جابرانه هست. شما مثلا در بلوچای ایران را ببینین، بلوچای پاکستان را ببینین، از ذری ثروت اینا همه چیز دارن اما از ذری عمران و از ذری آبادانی و از ذری انکشاف زبانشان به اینا هیچ چی نشده، هیچ موقعی داده نشده. خب به هر صورت دکتر صاحب گپا بسیار زیاد است که ما از کجا شروع کنیم نمیفهمیم، ولی من بسیار خوشحال هستم که شما را واقعا به عنوان یک انسان روشن ضمیر میافهم که میتونیم امی بحثا را دیالوگ بکنیم و ما و شما اگر یادتان باشه پیش از این برنامه هم صحبتهایی داشتیم. اما ما به این نظر هستم که انسان یک حیوان ناطق و منطقی است. بله. ما مشکلات خود از فامیلی در میان باید بذاریم، سر از او باید برخورد عالمانه و منطقی کنیم و به یک نظر برسیم. نظریات شخصی و یا گروهی که او بسید مردم ما باشد او را اطفاق باید قبول نکنه. واقعا ما با شما هم نواستم و ای کاش که اکثریت هموطنهای عزیز ما امی پرنسیب مراعات بکنن و چرا از فرموده شما از دیالوگ است که حقایق میبره. شاید یک سلسله حقایق پیش ما از نظر ما گپای درست باشه اما از نظر دیگران درست نباشه. ما وقتی که استدلال شوه میپذیرم و اولا و اگر بندوق سیما باشه به خاطر میپذیرم که اینمی موضوع برای خیر مردم هست. ما شما خیر و فلاح مردم هم میدانیم اما متاسفانه امروز در جامعه ما احزاب قومی شدن و این تکدارای احزاب قومی در فکر قومی گپایشان نیستن. پیشتر شما خوب توضیح کردین
و اینا فقط به فکر گرفتن یک موقف و چوکی و پول و مادیات هستند. ما چطور بتانیم دست واقعا فرموده شما کاملا دقیق است. متاسفانه بیشتری گپا از طریق دولت های اعمال شده. فرموده شما ما کاملا با شما هم عقیده هستم که مردم با هم مشکلی ندارن. دختر دادن، دختر گرفتن، خیشی کردن و آهسته آهسته تلاش داشتن که اینا به اصطلاح به یک چی برسن، به یک همگرایی برسن و همی پروسه ادامه داشت. اما از وقتی که اینمی مسائل، چون مسئله اقوام و مسائل ایتنیکی بسیار مسئله حساس است و بخاطر از این گپ باید روشن فکرها و احزاب سیاسی زیاد تلاش بکنند که به اصطلاح سیاست های وضع نکنند که باعث تخریش شود بلکه باعث وحدت شود. و همی سوالی که انجینر سب کرده بودند که آیا هویت ملی داوطلبانه و بیشتر بحث ما شما، البته وقت هم کم مانده، ساعت یک چهار پنج دقیقه دیگه داشته باشیم، که چطور بتانیم امی هویت ها و اقوام مختلف در یک هویت بزرگ یا در یک دولت ملی تمثیل بکنیم. نظر شما چطور است؟ بله و سیاسی تمام مردم برشان داده میشه. این صرف شعار نیست که ما بگیم که وحدت ملی کنیم. وحدت ملی چیز خوب است، یه که سالا بگیم هیچ فایده نمی کنن. باید ما مردم افغانستان بفهمن که منافع اینا در کشور احترام میشه و اینا حق دارن و هیچ قوم یا قبیله یا فرقه یا سمت بالای دگرا هیچ کدام امتیاز ندارند و هر کسی که سر هر کسی ظلم و ناروا میکنند، از هر قوم و قبیله که باشه و یا حکومت از طرف حکومت میشه، مردود است و مقابل از این باید مبارزه شود. ما وحدت ملی را وقت به وجود آورده میتانیم و کشور واحد زیادتر تقویه شده میتانند که ما حقوق تمام اتباع افغانستان بدیم و هیچ وقتی در فکر ما نباشه که پشتون هستی، تاجک هستی، هزار هستی، ازبک هستی، ترکمن هستی، هرچی که هست، از ما تمام ما باید آغوش خود را باز کنیم و اکرگر از آغوش خود بگیریم. بدون از این نجات افغانستان ممکن در خطر باشه. امروز دشمن های ما متاسفانه ایران یک دشمن ماست، پاکستان دیگر دشمن ماست، هر کدام از اینا در کشور افغانستان مداخلات بسیار بیرحمانه و ظالمانه می کنند. و مثلا دیروز خبر بودیم که یک رستوران خودکشی و خودکشی کدام کسی رفته 16 نفر به قتل داده. بله بله، کشورهای همسایه ما در امور داخلی افغانستان میکنند و توسط کی میکنند؟ توسط خود افغانهای ما، توسط مردم افغانستان میکنند. ما باید روی از این مسائل بگیریم و موقعی ندیم برای دشمنهای افغانستان تا در بین مردم ما رخنه وارد کنند. واقعا ما بسیار آموختیم استاد گرامی دکتر سب. برای آخرین سوال به ارتباط همین فرموده شما، همین لحظه به ذهنم خطور کرد که
که طالبا واقعا 16 نفر خارجی یا داخلی هر کسی که از انسان است بالاخره اینا کشته شدن. اما یک تعداد کسا هستند که اینمی عملیات که از جانب طالبا صورت بگیره اینه ایره یک حرکت ملی و مقاومت میدانند. شما چی نظر دارین؟ بر انسان داده و هیچ کسی حق ندارد حیات کسی را بگیره. بله. مگر قوانین شرعی یا مدنی، مثلا اولی که کسی اعدام میشه کشته میشه یک محکمه، محکمه دوم، محکمه سوم با رئیس جمهور یا پادشاه بوده امضا میکنند و بعد از اعدام میشه که اون به منفعت اجتماعی است. ما به هر لحاظ که باشد قبل روح یک عمل مرتد، یک عمل خائنانه، یک عمل ضد مردمی و ضد انسانی میدارد. ای که کی را میکنه به شما به تفاوت است و خائن است و جانیست و باید مردم افغانستان مقابل از اینا مبارزه کنند. بسیار زیاد ممنون شما دکتر سیم محترم، واقعا صحبت های بسیار عالمانه انجام دادین. من شخصا اظهار سپاس و امتنان میکنم از شما. امیدوار هستم که در برنامه های آینده باز شما را داشته باشیم و روی موضوعات صحبت بکنیم و از نظرات نیک شما. شما بسیار متشکر هستم که برای من موقع دادیم تا از روی پروگرام خاص شما نظرات کنه برای مردم دنیا که نباشه، برای مردم افغانستان که در امریکاست و اجای دیگه تلویزیون رو میبینن رسانت و این خدمت بزرگ است. ما تقدیر میکنم. ممنون شما دکتر سب، صحت و سلامتی شما را میخواهیم. خداوند یار و مددگارتون. بسیار زیاد ممنون. از دور دستایتون هم بفشارم. خدا یار و مددگار شماست. خدا حافظ شماست. بیننده های گرامی، ای بود مصاحبه ما با جناب دکتر امین واکمن، رئیس حزب افغان ملت. واقعا شما دیدین که در این مصاحبه دکتر سب بسیار با وسعت نظر موضوعات به تحلیل گرفتن و نظرات از یا کاملا با نظرات افراد اشخاصی که منصوب به حزب افغان ملت در افغانستان هستند تفاوت داشتن. واقعا ما با وجود استاد واکمن افتخار میکنیم. این برنامه روز شنبه فردا ساعت 7 به وقت کالیفرنیا از تلویزیون صدای افغانستان تکرار میشه و بعدا در یوتیوب و فیسبوک گذاشته میشه. خداوند یار و مددگار شما. با امید یک افغانستانی واحد، تجزیه ناپذیر، سربلند و صلح‌آمیز. خداوند یار و مددگار شما.